عزیز، آره خیلی برم. دوستان عزیز، امروز یک جلسه ای رو با خواهر عزیزم هانا که به صورت رسمی رسمی سالهای زیادی رو در حمایت از حقوق حیوانات فعالیت هستن و دلیل این بلاغ از دوستان بس گورخری که ظاهرا برای یکی از باغ وحش‌های ایران آورده شده بود بین نامعلوم شدن ناراحت کننده ای توی سوشال مدیا پخش شده که افرادی که ظاهرا فکر میکنم مسئول حمل و نقل بودن، البته من نمیخوام زیاد در مورد دیتیل این مسئله صحبت بکنم، حالا هانا شاید بیشتر بدونه. هانا جان یکم در مورد خودت بگو و بحث رو از همین بحث ماتی که متاسفانه تلف شدن امروز آغاز میکنم با هم دیگه. بفرمایید. سلام، شب همه بخیر. من خواهر همنجان هستم و خب علاقه من همیشه به حیوانات داشتم و این باعث شده که به هر حال لطف سوشال مدیا و اطلاعاتی که خیلی راحت میشه از طریق اینترنت به شخص پیدا کرد خیلی پیگیر این مسائل باشم و به دلیل هم بودن توی ایران و هم دیدن کشورهای اروپایی یه مقایسه بین اینها به هر حال همیشه تو ذهنم داشتم که چه کارهایی تو ایران انجام میشه و چه کارهایی انجام نمیشه یا چه کارهای خوبی اینجا انجام میشه که کاش میشد توی ایران انجام بشه. به هر حال فعلا که داستان و احوال ما اینه که هر روز صبح که از خواب پا میشیم با یک خبر بسیار شیرین از اون سر آبها به قول معروف از سرزمین خودمون میبینیم و این خیلی تأسف آوره که اینقدر اخبار بد و اینقدر ویدیوهای خیلی خیلی عجیب و غریب و دردناکی که هر روز یعنی شاهدش هستیم دیگه. صبح که اینستاگرام رو باز میکنیم، حالا شاید خیلی از دوستان پیج ها رو فالو نمیکنن ولی من خودم شخصا چون این پیج ها رو فالو میکنم، خب این اخبار زودتر به دستم میرسه. از جمله مثلا خانم هدیه تهرانی واقعا خیلی در این زمینه میبینم فعالیت میکنن. ایشون همیشه یکی از بازیگرای مورد علاقه من بودن به خاطر شخصیتی که دارن و اصلا هنرشون و کاراکتری که دارن و خیلی میبینم در این زمینه تلاش میکنن و خیلی ها هم در پیج ایشون میبینم که خیلی حمایت میکنن از این قضیه. پیج های دیگه مثلا تو ایران میبینم خیلی جالبه برام که یه سری کارزار میذارن که کارزار اگه اشتباه نکنم مثل پتیشن باید احتمالا باشه، به معنی پتیشن و این کارزارها رو که میذارم خب خیلی رأی داده میشه و این نشون دهنده توجه همه مردمه. یه زمانی من خودم فکر میکردم که دنیا پر از آدم‌های خوبه و اتفاق‌های بد می‌افته ولی متوجه شدم که متأسفانه توی این دنیا اتفاق‌های بد به وسیله آدم‌های بد می‌افته، پس بنابراین آدم‌های بد هم وجود دارن متأسفانه و خب همه اینها بحث‌های خیلی ریشه‌ایه که از تربیت انسان‌ها در زمانی که بچه هستن و تو محیطی که شخصیتشون رشد می‌کنه تأثیرگذار هست تا زمانی که بزرگ میشن. به هر حال این خبری که پخش شد و من واقعا عصبانی شدم، یعنی اصلا روزم رو با این خبر آغاز کردم و دیدم که این اتفاق افتاده و خیلی مثل بارهای قبل مثل همیشه متاسف شدم و عکس‌العمل نشون دادم. عکس‌العمل هم خبر رسانی، این تنها کاری که هر من یعنی هر شخصی ممکنه یک توانایی هایی داشته باشه. گاهی ما با خبر رسانی و اطلاع دادن به دیگران شاید بتونیم نقش مفیدی داشته باشیم. تنها کاری که از من برمی اومد اطلاع رسانی بود. من سلام میکنم به همه، ببخشید من دونه دونه جواب نمیدم که وسط بحثم مدام قطع نکنم. سلام به همه دوستایی که اومدن و اینجا هستن ویدیو رو میبینن. خبر رسانی بود، خبر رو پخش کردم و چون عصبانی هم بودم خب هر چیزی که میدیدم در این رابطه بود رو من تقریبا پخش میکردم. صدات نمیاد من جان. یه مثل همیشه عصبانی که میشه دیگه تعداد من داره در مورد حیوانات دیگه خون جلوش تمام میگیره واقعا. و این بعد یکی از دوستان بسیار نازنینم آقای محمد علمیه، اسمشون رو میبرم چون واقعا دوست نازنینی هستن، به من سریع تماس گرفتن و منبع بسیار موثقی برای بنده هستن حداقل
چون به ایشون هم کاراکتر خیلی روشن و صاف و واضحی دارن و به من گفتن که از اونجا که رئیس باغ وحش صفادشت رو میشناسن، ایشون آدمی هستن که واقعا سعی میکنه حیوانهای مشکلدار رو جمع بکنه و بهشون فضا و امکان بیشتری بده که بتونن زندگی بکنن. اینه که مشخص شد که ایشون اصلا هیچ نقشی در این قضیه خوردن این حیوان نداشته و تنها تمام تهمت ها به ایشون زده می شد. و این رو من دوباره خبر درستش رو پخش کردم و خودتونم اگه وارد پیج صفادشت underline zoo اگر اشتباه نکنم بشید متوجه میشید که فعالیت هاشون رو میبینید. و من خیلی متاسف شدم از اینکه این یکی از مشکلات ماست و واقعا من خودم میگم چون عصبانی بودم این خبر رو پخش کردم. یکی از مشکلات ماست که واقعا حواسمون باشه وقتی یک خبری رو میشنویم یا پخش میکنیم یا اطلاعی رو میدیم، یک مقدار از اینکه این خبر چقدر صحت داره مطمئن باشیم. به هر حال حالا مهم این که مقصر کیه مهم نیست، مهم اینه که این اتفاق اصلا نباید بیفته. چرا باید بیفته واقعا؟ خب این حیوان رو شلاق میزدن توی دورونا، حساب کردم که ما آدم ها رو توی مملکت ما شلاق میزنن، یعنی وقتی ارزشی برای جون آدم ها قائل نیست. حالا مثلا خیلی راه داریم حالا مجازات، ما یعنی مجازاتی به شلاق داریم دقیقا. و اینکه حالا مثلا این مجازات خیلی راحت بدون تقصیر، ما وقتی مجازات میگیم برای انسان ها، اون آدم تقصیری داشته و بابت تقصیرش، یعنی یک منطقی، حالا منطق درست باشه اشتباه، یک منطقی یک دو تا چارتایی هست. ولی در مورد حیوان بیگناهی که افتاده توی جوب و شلاقش میزنن، حالا منطقش چی بوده خدا خودش میدونه. به هر حال مواظب این که خبرهایی که پخش میکنیم باشیم. و اینکه توی ایران مطمئنم اگر این کارزارهایی رو دوستانی که اینجا هستید فکر نکنید که نقش ما حالا چیه، واقعا ما خیلی کوچیک‌تر از اونیم که بتونیم تأثیر داشته باشیم. هر اطلاع رسانی شما، هر حساسیت شما، مطمئن باشید یک انرژی که وارد کائنات میشه و مطمئن باشید نتیجهش رو ما خواهیم دید. یعنی اتفاقات خیلی خوبی توی ایران میفته، میدونید مطمئنن خودتون هم در جریان هستید که خیلی از آدم‌هایی که واقعا جالبه، آدم هایی هستن که شاید وسع مالی آنچنانی هم نداشته باشن، ولی من شاهد هستم سالهاست دورا دور که به شدت تلاش میکنن در حمایت از حقوق حیوانات، در سر و سامون دادن به گربه ها و سگ های آواره. یکیشون مثلا خیلی دوستم نام ببرم، پناهگاه تنا هست یا تینا خواستن بگن، ولی به هر حال تی ای ان ای می نویسن، پناهگاه اندرلاین تنا. ایشون یه خانمی هستن فکر کنید 300 تا سگ رو نگهداری میکنن به تنهایی، یعنی آدم های اینطوری واقعا تو ایران. و خیلی من حرکت های مثبت دارم میبینم و امید، این خیلی امید بخشه، امید میده به آدم که فکر کنیم دنیای وجود خواهد داشت که در اون مطمئنن حیوان ها هم میتونن با آرامش زندگی بکنن، هرچند که الان توی دنیایی هستیم که آدم ها هم با چالش های زیادی مواجهن به دلیل رفتارهای غلط نسل های گذشته و همچنان که در نسل های ما هم ادامه داره. امیدواریم که دنیای بهتری رو ببینیم. حالا من اگر اجازه بدید سوالی چیزی اگر دارید بپرسید. بهنام جان عزیز گفتن که خودشون شخصا رفتن باغ وحش صفادشت، از دوست نزدیک من هستن و ظاهرا گفتن که خیلی جای تاسف داره که وضعیت باغ وحش صفادشت خیلی وضعیت اسفناکی بوده. همیشون بهنام به اونجا نزدیکن، حالا بهنامی که ستارا از دوستان نزدیک بنده هستن. همینجور خوش آمد میگم به بوده سیدی عزیز که از دوستان مشترک من و هانا هست در زمینه حمایت از حیوان. شهر سنندج هم خیلی تلاش های گسترده ای کرده و واقعا یک جایی خواستم که ازش تشکر میکنم. میکنم الان بهترین موقعیت هستش که از بوده عزیز تشکر بکنیم. یه سوال شاید بیشه گفت خیلی پیش پا افتاده میخواستد بپرسم هانا جان، مطمئن باش توی اون آدینسی که حالا بعدن این ویدیو رو خواهند، چرا حفاظت از حقوق حیوانات؟ یعنی برای خیلی از آدم ها این چرایی وجود داره، چون اون آدمی، یعنی یه مقدارش بحث فرهنگیه دیگه. شما ما با یه فرهنگ بزرگ شدیم که از شبت خدمتون که اون حیوانی که به عنوان باربر استفاده میشه رو اینها اینجوری از همون ابتدا اینجوری تربیت کردن.
کجای داستان زندگی ما انسان ها مفهوم حقوق حیوانات شکل گرفته یا اصلا وجود داشته و ما این کشورهایی که مثلا حالا میشه گفت از لحاظ علمی یا فرهنگی زیاد در این زمینه کار روشون نشده داره اتفاق میفته، آیا این تفاوت رو بین ایتالیا و اونجایی که زندگی میکنی و کشوری مثل ایران میبینی، آیا هیچ برنامه که توی مدارسی ارائه بشه در این رابطه وجود داره یا فرقی از اینها هستش و اینها به ذات این رو دارن؟ این رو برنامه ایتالیا. خب ببینید، در طول تاریخ بشر به هر حال رشد کرده و سعی کرده خودش رو با محیط و عوامل طبیعی وفق بده. با توجه به شرایط سختی که داشته شروع کرد از حیوانها کمک گرفته و اونها رو به خاطر راحت تر شدن و آسون تر شدن کارهای روزانش دیده میتونه باشون یک تعاملی داشته باشه. مطمئن باشید زمانی که بشر شروع کرده به خوردن حیوانات، مطمئن باشید از یک نیازی به وجود اومده، یعنی توی یک شرایطی گیر کرده که هیچ چیزی برای خوردن نداشته و شروع کرده به خوردن حیوانات و این قضیه متاسفانه ادامه پیدا کرده. انتظاری که از بشری که بی سواد بوده و در آستانه شروع تمدن بشری ما بودیم در طول تاریخ، نمیتونیم انتظار داشته باشیم چرا این حرکت رو کرده. به خاطر اینکه شرایط ایجاب میکنه و غریزه انسان ها و تمام موجودات در شرایط مختلف عکس العمل های مختلفی رو نشون میده و این عکس العمل در اون شرایط باعث شده که مطمئنا انسان های بدوی اونها مثلا مطمئنا شروع کردن به خوردن گوشت، شاید تو خیلی از جاهای دیگه خیلی دیرتر این قضیه اتفاق افتاده باشه و همینطور هم بوده. منتها این که این قضیه چرا در نسل جدید و در عصر جدیدی که ما توش زندگی میکنیم به این شکل یک سری مخالف و موافق داره، به این دلیل که اگر در زمانهای گذشته توی هر شهری مثلا 5,000 نفر 10,000 نفر زندگی میکرد و مقدار مشخص حیوان داشتن و اون حیوان ها در بهترین شرایط عادی یعنی شرایط طبیعی خودشون زندگی میکردن، هیچ اتفاقی هیچ تغییری توی روند زندگیشو داده نمیشد، به چرا میرفتن زیر آفتاب بودن از چشمه های خوب، بنابراین این حیوانات حتی هیچ تغییری در زندگیشون نمیدادن و حالا این بخشی رو که کشته میشدن به خاطر اینکه حتی از گوشتشون و پوستشون استفاده بشه، خب اینها بحث خیلی خیلی طولانی پیچیده‌تریه. به هر حال اینو میخوام بگم که ما انسان‌ها شروع کردیم به تعامل داشتن به حیوان‌ها و اونها رو در اختیار خودمون گرفتیم که تو زندگی ازش استفاده بکنیم برای آسان‌تر شدن کارهامون. منتها الان به جایی رسیده که با اضافه شدن جمعیت 7-8 میلیارد شدنمون، مطمئناً جا برای حیوان‌ها رو خیلی تنگ‌تر کردیم و این رو حداقل این رو هر چقدر داد می‌زدن و می‌گفتن ما توجه نمی‌کردیم، ولی زمانی که همه ما متوقف شدیم، دنیا متوقف شد به خاطر ویروس کرونا و ما بیرون نرفتیم، آدم‌ها دیگه قایم شدن، ما فهمیدیم که چقدر به طبیعت و حیوان‌ها آسیب زدیم و اونها تقریباً یه طوری داشتن حقشون رو میگرفتن. یعنی شما باورتون نمیشه توی ونیز که مثلا تمام شهرهای ونیز کانال های آب داره، همش یه آب گلالود بدرنگ، اصلا تیبون زنده که اصلا حرفش رو نزنید. باورتون که بعد از گذشت کمتر از یک ماه پر از ماهی شد، یعنی نزدیک جاهای دریاهایی نزدیک ایتالیا یک سری از ساحل هایی که هیچ وقت دلفین ها سالهای سال بود دیده نشده بودن، دلفین ها دوباره برگشته بودن و این نشون میده که تعاملات ما با حیوان ها زمانی که ازشون استفاده کردیم از اون هارمونی و از اون توازن خارج شده. به خاطر همینه که وقتی ما متوقف شدیم داشت این توازن هارمونی برمیگشت. تفاوتی که من میبینم اینه که فکر نکنید که توی کشورهای دیگه حیوان آزاری وجود نداره و حیوان ها حق مسلم خودشونو دارن، ولی این میتونم بگم که در کشورهای پیشرفته و پیشرفته تر و اونهایی که پیشرفته ترین هستن همیشه تلاش میشه و این جایگاه برای آدمهایی که میخوان در این زمینه تلاش بکنن وجود داره. مشکل ما شاید تو ایران اینه که واقعا خیلی مسیر سعی، یعنی اول راهیم، اول راه این که
بفهمونیم به انسان‌ها که حیوان‌ها هم حق زندگی کردن دارن. این یک کانسپتی که خیلی از آدم‌ها اصلا با اصل کانسپت مشکل دارن. اون برداشت‌هایی که حالا نمیشه گفت مذهبی، شاید بیشتر باور این که بشر در واقع اشرف مخلوقات و به هر نحوی اجازه این رو داره که از منابعی که روی زمین هست به نفع خودش استفاده بکنه. دقیقاً. این فکر می‌کنم یه چیزی هستش که باید خیلیش کنم. حالا ایتالیا پس گفتی اونها همین اتفاقات رو دارن، ولی خب مطمئناً کمپین‌های بهتری در رابطه با حیوانات دارن. 100% کمپین‌های خیلی زیادی برگزار میشه. حق به این رو دارن که اجازه دارن از حقوق حیوانات استفاده بکنن و آدم‌هایی رو که به این مسائل حساسیت نشون میدن و علاقه دارن رو جلب بکنن. خب حرکت‌های خیلی زیادی هم صورت میگیره، ولی میگم فکر نکنید که مثلا وجود نداره یا حیوان‌های ولگرد وجود ندارن. توی شهرهای خیلی فقیرتر و استان‌های فقیرتر خیلی از این صحنه‌ها، مثلا من میگم چون همه پیجا رو پیگیری میکنم، اونجا هم میبینم که اینجا هم میبینم که این مشکلات وجود داره. منتها خب خیلی دست و بالشون بازتره، قانون بیشتر ازشون حمایت میکنه، شماره تلفن های وجود داره که خیلی راحت میشه تماس گرفت با پلیس و هر موردی رو گزارش داد. خب اینا کارهایی که تو ایران واقعا صورت داره میگیره، یعنی من میبینم صورت میگیره. هاشم جان چشمان میپرسم که یکی از دوستان بنده که کارگردان هستن و در حال ساخت یه فیلم هستن، دنبال یک سگ بومی میگردن که تربیت شده باشه. درسته، تربیت شده باشه که برای اینکه تو فیلمشون به عنوان بازیگر ازش استفاده بکنن میگردن. و اگر کسی فکر میکنه که سگ بومی داره دوستاش یا هر کسی که این اجازه رو میتونه بده که ازشون بگیره و در فیلمش استفاده بکنه، خب فرصت خوبیه که توی فیلم باشه. خب هانا جان سوال من جان میتونید سوال بعد هستش که یکی از خب در مورد این که کارهای در من این بدان بچه ها اگه فیدبک داره بهم بگین. فیدبک داره دوباره تکرار میشه؟ تکرار نمیشه ولی میکروفونت یک جایی هست که شاید صدا تو فکر کنم اینجا بگذارم بهتر خواهد بود اگه اشتباه نکنم، اگه اینجا ست بشه یه لحظه. خب گفتی که باید که مثلا یه سری کارها انجام بدیم. خب در مورد بحثای قانونی گفتیم که شاید خب توی ایران میزان این قوانین ضعیف‌تر هستش. به عنوان یک شهروند خودت چه پیشنهاداتی داری برای که هر شهروند یا هر دوستی که اینجا داره بعد ما رو میشنوه بتونه توی این بحث حقوق حیوانات اصلا یه مشکل کار باید بکنه، چه کارهایی باید که یه کمپین حالا که جامعه دولت مسئولین فعالیتی صورت اولا از خود آدم شروع میشه این قضیه. یعنی خود آدم باید به این باور برسه که اصلا نقش حیوانها توی این کره زمین چیه. این رو بدونه که مایی که توی این کره زمین زندگی میکنیم به عنوان آدمایی که متفکرتر هستیم، خودمون رو موجودات برتری میدونیم، بدونیم که این سرزمین و این کره زمین جایی بوده برای حیوانها هم، یعنی اونها هم سهمی دارن مثل ما، که چه بسا در روند زندگی ما تأثیر خیلی به سزایی دارن. مثلا زنبورها که وقتی میگیرن مثلا سمپاشی میکنن کلشون، یه ها مثلا یه دونه زنبور رو کلن از جا میکنن. خب شما نمیدونید که بدون زنبورها کلن کره زمین یک ماه هم دووم نمیاره. یعنی اینها آگاهی هایی هست. پس منی که به عنوان یک انسان باید خودم برم یک مقدار مطالعه داشته باشم. اگر خودم یک آدم مدرن و متشخص و متفکر میدونم، باید نسبت به اطرافم بی تفاوت نباشم، یک سری اطلاعات داشته باشم. حالا میگم شاید هر کسی توی زمینه تخصص داره، خیلی ممکنه تخصصشون توی علم باشه، پزشک خوبی باشن، آرشیتکت خوبی باشن یا هر چی. آدم‌هایی که این فضا، این توانایی یا این حساسیت رو دارن، دنبال این چیزا رفتن، اولین وظیفه‌مون اینه که اطلاع رسانی بکنیم. تا اونجایی که می‌دونیم حساسیت آدم‌ها رو بالا ببریم خیلی مهمه. آدم‌ها رو حساس بکنیم. مثلا خود من تجربه‌ای که دارم، چون همیشه از حیوانات خوشم اومده، همه اطرافیانم هم وقتی یک اتفاق برای حیوانا میفته یا یه چیزی میبینم حتما به من ارجاع میده. پس این باعث شد به من ارجاع میدن، این باعث شده که من حساسیت اون آدم ها رو هم بالا ببرم. یعنی مثلا بعضی وقتا میگن از اون موقعی که مثلا تو گفتی که گربه ها این حرکت رو بکنن این اتفاق میفته، ما هم دقت کردیم دیدیم راست میگی. آره
پس مهمترین اصل اینه که اگر حیوان دوست هستید به عنوان یک وظیفه به دیگران هم انتقال بدید. این یک واقعا یه ذره قلمبه سلمبه صحبت بکنیم، یک امر به معروفه، یعنی قشنگ باید امر به معروف بکنیم و همچنان نهی از منکر. و مثلا خیلی کار مهمی میتونید بکنید، خیلی از آدمای بسیار با شعور و متمدن توی ایران در این زمینه فعالیت میکنن. مثلا شامپانزه ای که باید برمیگشت توی سرزمین خودش و از ایران خارج میشد و میرفت توی محیط طبیعیش، اینا هزار تا کارزار و پتیشن گذاشتن، خواهش کردن از مردم امضا بکنید، شما هم بگید که ما صدای این حیوان هستیم و میخوایم که این حیوان برگرده. خب اونجا آدمای حساس پاشون میون باید بذارن که بدونن که امضای اونها تاثیر داره. اگر مثلا 100 هزار تا امضا لازم باشه که با 100 هزار تا امضا میشه جایی رفت و صداتو به جایی رسون، پس این یه تاثیره. و مهمترین اصلیه که فکر نکنید بی تاثیر هستید، مطمئن باشید شما حتی یک اگر یک پشه رو هم نجات بدید تاثیر خودتون گذاشتید. و یک شعار هم بدیم این وسط که ما نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم، ولی دنیای یک موجود رو، هر موجودی که باشه، میتونیم تغییر بدیم. از پشه ها شروع کنید، اگه زور صورتتون نشستن میتونید نزنید تو صورتتون، مثلا میتونید خیلی راحت یا فوتش کنید، یا از کسی بخواید فوت کنه، یا خیلی با آرامش برش دارید. مثلا دارم مثال میدم که این فرهنگ از کوچکترین حرکات و آداب و رسوم ما در طول زندگی شروع میشه، و اینکه کمترین و عادی ترین مسئله اینه که ما بدونیم که حیوان ها هم به اندازه ما و چه بسا من معتقدم شخصا خودم بیشتر از ما حق آب و گل دارن تو این سرزمین. خب من آماده کردم حد یک تا دو جمله. خوبی ها بعد از هرمونی چیه؟ مثلا خوبیش که حالا کردیم، خوبی ها کمک به بدیاش چیه؟ چه اتفاقاتی به عنوان انیمال لاور برات میفته که خودت فکر میکنی که ممکنه که اگه اتفاق اتفاق نمیفته؟ خب خوبی هاش اینه که وقتی که تو شروع میکنی به فهمیدن زبان حیوان ها و درکشون میکنی و وارد دنیاشون میشی، خب خیلی دنیای جذاب و شیرین و بیقلاقش و خیلی دنیای متفاوتیه. و هرچی بیشتر باهاشون آشنا میشی، بیشتر حالت مثل مدیتیشن داره بر من شخصا. مثلا وقتی وقتم رو با یه سگی میگذرونم که مثلا قدم میزنه، میره، میچرخه، با دوستای دیگه آشنا میشه، غذا میخوره، بازی میکنه، از دستش عصبانی میشم میفهمه، اگه میخوام نوازشش بکنم میفهمه. خب اینا باعث میشه که انگار یه اینتراکشنی بین من و اون، حالا مثلا من سگ رو مثال میذارم، همه اکثر حیوانات دیگه هم به همین شکل هستن، حس خیلی خوبی در آدم ایجاد میکنه. اصلا اینجا توی ایتالیا جدیدن پت تراپی شروع کردن، یعنی حیوانها رو میبردن توی بیمارستانها و ازشون به عنوان آنتی دپرشن استفاده میکردن، یعنی باعث واقعا بهبود حال بیماران میشدن، یعنی هیلینگ در واقع ایجاد میشد. معنی هیلینگ میتونه چی باشه؟ درمان. افسردگی یا بهش میگن coping skill، که یه حیوانی رو میارن که شما بتونین بدون هیچ گونه کاندیشنی باهاش ارتباط برقرار بکنید. دقیقاً. و واقعا حیوان ها درد رو میفهمن، یعنی دیگه هر چقدر از خوبیاشون بگیم که خوبیا زیاده، واقعا اگه میخواید من خودم یه ویدیو 4 ساعته بیشتر چه ساعته درست کنم. بدیهاش هم بگم که واقعا به عنوان انیمال لاور روحیتون رو باید خیلی قوی بکنید به هدف تغییر دنیا قدم بر ندارید، که شما فکر کنید من از فردا از حقوق حیوانات دفاع میکنم دنیا عوض میشه فلان و فلان و فلان. اصلا اینطور نیست، دنیا خیلی سخت تره متاسفانه میگم، به دلیل همون آدم های عجیب غریبی که هستن و دنیا رو نمیخوان که جای بهتری باشه. اینه که فکر نکنید میتونید دنیا رو تغییر بدید و این یه ایدئال نشه براتون، یعنی که بدونید ما تا یک ماه دیگه تمام مشکلات همه حیوانات حل و روحیه خیلی قویه میخواد. اینه که در ابتدا خیلی از آدم‌ها اصلا از ترس این که تحمل مردن حیوانشون، تحمل بیمار شدنشون رو ندارن، تحمل اینو ندارن که اصلا یه حیوان زخمی ببینن یا یه حیوان مریض یا حیوانی که میلنگه طرف این قضیه نمیرن. این دیوار رو بشکنید، این دیوار، این که شما
تصرف کردید می‌بینید اصلا جرئت نمی‌کنید جلو برید. خب این واقعا خیلی فرصت‌های زیادی رو در اینکه شما مطمئنا میتونستید تغییر بدید زندگی اون حیوان رو از دست بدید. این پس این دیوار رو بشکنید که دلتون رو و روحتون رو نسبت به حیوان‌های اطرافتون باز کنید، مطمئن باشید 100% تاثیر مثبتی خواهند داشت تو زندگیتون. منتها اینو بگم ناامید هم نشید وقتی میبینید چیزی تغییر نمیکنه یا کسی اذیت میکنه یا ویدیوهای عجیب غریب میبینید، این باعث نشه روی روحیتون تاثیر منفی بذاره. باید روحیتون رو قوی تر بکنید و بدونید که رسالت شما اینه که بتونید یک تغییر کوچیک حتی بدید. پس هم روحیه خودتون رو قوی بکنید برای مواجهه با این مسئله و هم روحیه خودتون رو حفظ کنید که بتونید قدم‌های بزرگتر بردارید. این خیلی مهمه. خب یه نکته که می‌خواستم امروز باز بکنم، می‌دونم که ویژیتریان هستی و سال‌های زیادی این کارو داری انجام میدی و مطمئناً این مبحث هم می‌تونه به ما به اون بحثی که کردی در مورد ویژیتریان اوورپرودوسینگ، یعنی زیاد پروداکشن مثلا حیوانات خیلی باید زیاد باشه که به دنیا برسه. اینم خیلی خود ویژیتریان بودن خود تجربت و این که چه تأثیری می‌تونه داشته باشه در مورد حیوانات برامون بگو. سوال تو اگر یه بار دیگه ته سوال تو میشه تکرار کنی ببخش من دایرکت ها رو چی کامنت ها رو میخونم. تاثیرات کامیونیتی ویژیتریان توی حمایت از حیوانات، کسی که ویژیتریانه چه تأثیری میتونه داشته باشه برای اینکه حیوانات زندگی بهتری داشته باشن؟ خب این قضیه بحث گیاهخواری، ببینید من همیشه میگم وقتی مثلا از خودم سوال میکنن من تقریبا دیگه 14 ساله که واقعا گوشت نمیخورم، منتها فقط کافیه من همیشه میگم به بشقابتون نگاه کنید و مسیری رو که طی کرده اون غذا تا وارد بشقابتون میشه رو یک لحظه تو ذهنتون تجسم بکنید. من همیشه بزرگترین ترس زندگی من از آدمهایی که میتونن بی تفاوت باشن، یعنی میتونن لحظه ای که دارن غذا رو میخورن انکار کنن آنچه رو که پشت آن غذا نهفته است و این بزرگترین و عجیبترین ترس منه که یک آدمی که میتونه این رو انکار بکنه خب و گوشت یک موجود دیگر رو بجوه و بخوره، این آدم هر کاری از دستش برمیاد. من به این معتقدم. خیلی خشن و دارک شد. من میگم بعدا این رو ادیت کنیم و از ادیت اگر سانسور بکنید من شکایت میکنم ازتون. خب ببین ظاهرا از بازخوردی که من از بچه‌ها میگیرم این یه بحث خیلی داغ هست. بعد یه جلسه دیگه به زحمت دادیم بحثای در مورد اینکه آیا باغ وحش باید باشه یا نباشه و خیلی سوالهای دیگه کردن. من فقط یک نکته رو خواستم ازت سوال بکنم رابطه با آخرین بحثی که امروز می‌خوای داشته باشی. اگر اجازه بدیم می‌خواستم ازت دانی که در زمینه حمایت از حیوانات به خصوص توی ایران اون فعالیت بکنن باها تماس بگیرن تو بتونی اینها رو به کسایی که میشناسی اینها رو آشنا اینها رو متصل خب عمل بکنی کمک بکنی و در این حال هم اگر سوالی دارن از خودت بپرسن. حتما من دو سه طرف سریع بگم. اولا که گفتن با باغ وحش موافق، من اصلا متاسفم با ایجاد باغ وحش و وجود باغ وحش به هیچ عنوان موافق نیستم و متاسفم بابت همه پولهایی که دادم برای بلیطایی که گرفتم و به باغ وحش مختلف رفتم. واقعا پشیمون و شرمندم از این حرکت خودم و هیچ وقت این کار رو تکرار نخواهم کرد. پریسا جان دوست نازنین بنده فرمودن که تو سنندج یه پناهگاه برای سگا درست شده. برای خیلی وقت وجود داره پناهگاه حمایت از حیوانات سنندج و خیلی کامنت ها رو من میکنم حواسم پرت میشه و خیلی هم فعالیت میکنن. اینه که واقعا یه گاهی سری هم به این زبون بسته ها بزنید و یه کمکی بکنید، شاید با یه پول خیلی ناچیزی که مثلا پول یک وعده غذای شما شاید 5-6 تا سگ بتونن مثلا از گشنگی نجات پیدا بکنن، مخصوصا هوا که گرم میشه. حداقل یه ظرف آب یه جایی تو حیاتتون تو پشت بومتون مطمئن باشید که جای دوری نمیره. این از این. و یه قضیه رو من بگم خیلی سریع که الان مثلا میشه گفت که خیلی جدیدن یه حرکتی رو شروع کردن توی ایتالیا مثلا که سگا رو میبرن توی مدرسه ها،
حتی بر پیش پیش بچه های کوچیک که کلاس تو سر کلاس درس بشینن بهشون یاد میدن. و اینکه ما به بچه هامون یاد بدیم که حیوان ها، همین سوالی که ما بین ما ها مطرح شد رو به شکل خیلی کودکانه‌تر بهشون یاد بدیم، خیلی تأثیر داره وقتی بزرگتر میشن و لذت بیشتری واقعا از زندگی میبرن. خود ما درس خیلی بزرگی بود سال 2020 برای همه ما که فهمیدیم که چقدر آدم، من همه دوستام که اینجا حیوان دارن میگن چنان لذت بردیم از این تنهایی ها و بیرون نرفتن از خونه ها با حیوانمون، با گربمون، با سگمون، که واقعا اگر سگ یا گربمون نبود ما نمیدونستیم چی کار کنیم. یعنی فهمیدن که چقدر اینها همراهن، چقدر همدمن. با نگهداری سگ و گربه داخل آپارتمان درستیه. ببینید سگ ها میخوان همراه آدم ها باشن، یعنی لذتی که سگ ها و گربه ها از همراهی با آدم میبرن خیلی از اون دغدغه هایی رو که مثلا باغچه ندارن، فضای سبز ندارن، بیرون کمتر میرن، سگا واقعا با بودن در کنار آدم ها لذت میبرن. چه بهتره خب حساس باشید رو اینکه اگه یه مثلا حیات کوچیکی دارید، یا اینکه رو بیرون بردنش تو تایمای مختلف روز حتما که مثلا بتونه بیرون بره، اذیت نشه، سگای دیگر رو ببینه، یه گاهی بازی بکنه. وگرنه داشتن سگ و گربه توی آپارتمان اصلا کار بدی نیست و خیلی هم به حیوانا خوش میگذره و سر و سامون میگیرن اونا. منم با این قضیه خیلی موافقم. حالا در شرایط نرمال نگهداری یک سگ یا یک گربه توی آپارتمان ممکنه که اگر براشون موقعیتی وجود داشته باشه توی طبیعت زندگی بکنن، ولی به خصوص توی ایران، حالا اینجا مثلا شما زیاد گربه ولگرد یا سگ ولگرد به خصوص توی امریکا که من هستم نمیبینید، ولی توی ایران وجود داره. برگشت به همون صحبتی که هانا کرد که حتی اگه شما بتونین یک موجود نجات بدین، اگر هر ایرانی بتونه یک موجود، شما 80 تا موجودیت که در نگهداری زمین، در پاسداری زمین تاثیر گذاره نجات بدین. چون به هر حال اگر شما آدمی هستید که میتونید توی خونتون، مطمئناً باید تاثیر باشین در قبال واکسینیشنشون، در قبالی که لازمه داشتن این حیوان توی خونه هست. من خودم شخصا آدم خیلی سگدوستی بودم، این اواخر آقای مخمل خانوادمون اضافه کردیم. من بهتون همینجوری بی‌تعارف میگم، من از روزی که مخمل اومده بوستون هر روز من اینو شونه کردم، من خوشبختانه خودم باهاش خودم رو شونه نمی‌کنم. یعنی در واقع مقدار هم باید این مسئله رو که نگهداری حیوان توی آپارتمان نه اینکه کار هر کسی نباشه، ولی یک زحمتی داره. ولی باور کنید بعضی وقتایی که من این رو بغل میکنم، همون بحث تراپی که هانا گفت، باور رو بکنید که شاید هزاران تومانی که یا دلاری که صرف میکنید که با یک صحبت کنید برابری میکنه با 10 دقیقه یه سگ یا یه گربه. در واقع مبحث مدیتیشن که حالا یک بار با هانا کار یوگا و مدیتیشن هم میکنم، آسده من خوب اصفایی میکنم دستانش بیگوشی تو اگر آره ارشاد خدمتتون که بحث مدیتیشن این 5 دقیقه‌ای که من با این مخمل بازی میکنم تمام دقیقه داری در موردش توضیح میدید؟ میتونم بیارم شاید یه لحظه اگه اجازه بدیم من از این چند لحظه صحبت کنم که من بیارمش. آقا بهنم لمورد او باقا وحشا ممنونم اگر اطلاعات و هست یا اکس و هست مدرک هست، چون که واقعا زنگنده با من اوتیان که اصلا وحنی و باقا هر بهترین و عالی ترین شرایط خوی و امسا گلا، ولی واقعا اگر مدرک و مطرح هست حتما حتما بجن پیم. ممنونم. بله آقای مخمل نامداری رو میبینین ایشون در واقع الان عضو جدید خانواده است و واقعا مخمل خودش هم همین احساس هر شبت خدمتون که همینجوری که گفتم همین 2 دقیقه که من با این بازی میکنم باعث میشه که خیلی وقتها آرامشی که پیدا میکنم برابر باشه با یه سشنی که بخوام مثلا با یه چه بینم سایکالوجیستی روانشناسی داشته باشم، چون هدف این هستش که شما دیسترکت بشین و این حیوانا این کارو شما میکنن، یعنی در واقع زحمتی که میکشین رو با این بهتون جواب بدن. کما اینکه سگها خیلی جاها به عنوان نگهبان خونتون میتونن بهتون کمک بکنن، به عنوان همبازی بچه‌تون میدن کمک بکنن. حالا یه بحثی رو سریع بکنیم ببندیم، چون من چند تا مستند میخوام معرفی بکنم در همه خیلی در مورد بیماری های سگ و گربه حساسن. اینم یه توضیح سریع بده که
بیماری هیچ بیماری از سگ‌ها و گربه‌ها به انسان‌ها ربطی نداره. واقعا بیماری مشترک ندارن. تنها بیماری مشترکی که بین فکر می‌کنم دو تا بیماری مشترک داریم، یکیش خاریه که خوشبختانه واکسن داره و یه بیماری است اگر که بعداً من یادم بیاد کامنت ها می‌نویسم. مرسی ام بگم خزاله حیط دارا لایوکا سلام خود خانواده اریوگن نیگن ام یه جایی خانم مهرسا بهمنی نمیدونم که از ایران هستن گفتن که تو مدارس طبیعت بچه ها با حیوان های 7-8 ساعت زندگی میکنن. تو مدارس طبیعت بچه ها با حیوان ها 7-8 ساعت زندگی میکنن که خیلی تجربه خوبیه برای پسرم. خانم مهرسا میشه بفرمایید کجا هستید؟ تو ایران هستید غالبا یا خارج کشورید؟ من در این رابطه اطلاعاتی نداشتم راستش بخواید. آخرم اگه اجازه بدید بزنم و مرخص بشم از خدمت. در مورد بیماری بگو هانا جان. در مورد بیماری عرض کردم بیماری مشترک واقعا خیلی کم دارن بین سگ‌ها و گربه‌ها. دو تا بیماری مشترک دارن، یکیش خاریه و اون یکی رو یادم نمیاد، باید ببینم وزیر اگر آی جی تی وی بذاری من زیرش. و معمولا هم فکر میکنم حالا اگر بیماری هم باشه معمولا واکسینیشنی که انجام داده بشه خیلی از این در واقع خطرها رو کم. لازم باشه خود حیوان مریض نشه برای خودش و یعنی بیماری های سگ به ما انتقال پیدا نکنه. دقیقاً اونا باید از ما بترسن یه مقدار بیشتر. ما بیماری قابل انتقال بیشتری داریم. ما میتونیم به اونها آلرژی پوستی، مشکل معده، مشکل روده، مشکلات خونی، مشکلاتی که از نظر بینایی یا خوابیدنشون تو جاهای مثلا نمور که باعث آرتروسی استخون و بعدن مشکلات حرکتیشون بشه. به قول شما نباید از ما بترسن. خب حرف آخر سعی کنیم واقعا حساسیت نسبت به حیوانها و شناخت این دنیای عجیب و غریب و بسیار زیبا و دنیای فراموش شده باید بگم، چون این دنیا رو ما قبلا می‌دونستیم و می‌شناختیم ولی این دنیا فراموش شده و امیدوارم که رابطه بین طبیعت به طوری کلی، چون وقتی از حیوان ها صحبت میشه طبیعت هم مثل بکراند برای حیوانات، یعنی خانه حیوانات طبیعته. پس ما وقتی که تو خونه حیوانات هستیم سعی کنیم که احترام قائل باشیم برای اونها، چون مهمان حیوانات و مهمان زمین هستیم. حساسیت رو اگر داریم به دیگران انتقال بدیم. ایجاد حساسیت، یعنی ببخشید شاید ترجمهش اشتباه، ولی حساس کردن مردم به این مقوله ها و اطرافیانمون، مطمئن باشید حتی اگر طول بکشه تا جا بیفته توی روح و روانشون، ولی مطمئن باشید نتیجه میده، مخصوصا توی بچه ها که خیلی روح پاک و آماده تری برای این تغییرات دارن. خیلی ممنونم، روز و شب همگی به خیر. آقای مخمل خدا حافظ، روز خوبی داشته باشید. هانا جان مرسی که اومدی، خیلی خوشحال شدم بعد از شما. یه چند تا مستندی که یه بعضیاشون هم ممکنه که دلخراش باشه من قبل از اعلام بکنم که این مستندها برای کودکان پیشنهاد نمیشه، برای عزیزانی که در واقع ادالت هستن میخواستم این چند تا مستند خوب رو معرفی بکنم که یه مقدار آگاهی سازی بشه، همونجوری که هانا گفت در مسائل ویژیتریان و سایر مسائل در رو بوده بارن. مرسی هانا جان، خیلی خیلی خوب روز کردی، قربون شما. ان شاءالله اینو کردی هم میذاریم حالا بچه هایی که کردن. آره مواظب هم خودت باش، قربونت. خب گفتن که بیماری تکشون پلاسمای بیماری هستش که از گروه انسان از طریق بزاق دهان منتقل میشه. اینو حالا بعدی حالا بحث بیماری ها رو اصلا شاید باز کردیم با هانا. هانا جان میتونی بری شما بحث بیماری ها رو با هانا باز میکنیم بعدن در مورد اینکه این در واقع چه اتفاقی بیفته. من چند تا مستند رو میخواستم حالا معرفی بکنم به دوستان. این مستندها بیشتر در مورد بحث حمایت از حیوانات هست. ببخشید من دوربینم امروز دستمه، ظاهرا بچه ها گفتن که صدات خوب نیست، سعی کردم که این کار بکنم. یکی از مستندهایی که وجود داره یه مستندی هست به اسم بلک فیش که یکی از بهترین و شناخته شده ترین داکیومنتاری هایی هستش که ساخته شده و در واقع این رو من حتما پیشنهاد میکنم که این رو ببینید به نام بلک فیش. حالا یک قسمت کوچیکش رو هم با هم میبینیم که یه مقدار آشنا بشین با
محتوای این، می‌بینین که این پی جی 13 هستش، یعنی برای زیر 13 سال محتوای این مستند توصیه نمیشه. مستند بلک فیش رو می‌بینیم، یکی از داکیومنتی هایی که مستندهایی که در رابطه با کرولتی و یا خشونت علیه حیوانات وجود داره که توسط کانال CNN آماده شده. اینو حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ببینید، که در واقع بیشتر در مورد نهنگایی هستش که در هنگام ترین کشته میشن. مستند بعدی رو که میخواستم بهتون معرفی بکنم یک مستندی هستش که به اسم Forks Over Knives، یا چاقو روی، یا ببخشید چنگال روی چاقو، یا چنگال ها روی چاقوها، که یه مقدار بیشتر فوکوسش روی بحث ویجیتریان بودن و در واقع گیاهخواریه، و همچنین توضیحات در مورد اینکه چگونه میشه ویجیتریان شد، و یه مقدار هم بیشتر توضیح میده در مورد بیماری هایی که به دلیل خوردن گوشت زیاد در واقع در بدن ایجاد میشه. این رو هم حتما پیشنهاد میکنم ببینیم، به اسم Forks Over Knives، که من بعد اسم اینها رو در واقع برای شما کامنت خواهم کرد. مستند بعدی An Apology to Elephant، یا یک معذرت خواهی از فیل ها هست، که مستند بسیار زیبایی هست در مورد فیل ها. من یه لحظه من این موسیقی رو قطع بکنم که دوستان بتونن صدا رو کامل بشنون. اینا باید استاپ بکنم، ببخشید. این هم مستند کانال HBO هست، معذرت خواهی از فیل ها، که بسیار زیبا هست و پیشنهاد میکنم که برای بچه هاتون این رو بگذارید، این محدودیت سنی نداره و داستان حمایت از فیل ها رو میگه و اهمیتشون به عنوان یک حیوان در دنیا. ادامهش رو براتون میگم به نام مستند چهارم Racing Extension، یا در واقع انقراض نسل ها، که این هم برای CPS هست، کانال CPS هست، که یک مستند خیلی جالبی هست. این ممکنه که صحنه های دلخراشی داشته باشه، به همین خاطر باز هم برای کودکانی که زیر 13 سال هست پیشنهاد نمیشه. در مورد شکار ماهی ها توی کشورهایی که در واقع پرووایدر بحث ماهی در دنیا هستن، مثل سنگاپور، مثل تایلند و کشورهایی که به دریا راه دارن، این رو هم حتما ببینید. آخرین مستندی که به صورت در چند ماه گذشته خیلی سر و صدا کرده، مستندی هستش به اسم Seaspiracy، که از طریق کانال نتفلیکس تولید شده، که یک آقای ایرانی هم در واقع این مستند رو ساخته، و این رو حتما و حتما پیشنهاد میکنم که ببینید، که بین 10 تا فیلم و در واقع برنامه‌ای هستش که توی در واقع توی نتفلیکس وجود داره. خیلی اخیراً این مستند بیرون اومده و در مورد نخوردن در واقع ماهی هست، یا تلاشی برای اینکه ما رو در واقع به سمتی ببره که ماهی نخوریم. و همون چیزی گفتم که آقای تبریزی کارگردان این فیلم هستن، فکر می‌کنم علی تبریزی، و حتما این ویدیوی این رو هم خواهم گذاشت تا دوستان هستن و فرصت هست یه چند لحظهش رو توی یوتیوب براتون سرچ میکنم که تریلرش رو با هم ببینیم و در واقع I was forced to confront a side of the story I never knew. A story of just how huge our impact on the seas had become. Where are the big environment groups? They are deliberately not engaging with the most important issue of all. Can you turn off the camera? Thanks. Did you say there's any safety concerns in the making? این مستند بسیار زیبا هست، چون خیلی از مسائلی که به صورت نرمال از مدیا سانسور میشه رو به تصویر میکشه. خیلی ها از دوربین های مخفی استفاده کرده برای وارد شدن به کشتی های ماهیگیری و یا سرمونی هایی که در راستای شکار عظیم ماهی ها انجام میشه. به همین دلیل این مستند رو خیلی جذاب کرده و
در واقع یکی از معروف‌ترین مستندهایی هستش که در حال حاضر در دنیا در صدر اخبار قرار گرفته. خب این هم از لایو امروز من، امیدوارم که برای همه دوستان مفید بوده باشه. یک جنبندی بکنم برای دوستان، ببینیم که امروز با هانا صحبت کردیم، هانا خواهر بنده هستش که براشتون احتمالا خیلی از دوستان ایشون رو میشناسین. یکی از کارهایی که جدا از بحث هنر داره انجام میده بحث حمایت از حقوق حیوانات هستش که شما میتونین باهاش در تماس باشین، با من هم میتونین در تماس باشین که اگر کمپینی بود سعی میکنیم معرفی بکنیم که در بحث حمایت از حیوانات توی ایران بتونیم به حیواناتی که اونجا هستن در واقع کمکی کرده باشیم. من هم یه چند تا ریسورس دارم، حالا از هانا هم قول گرفتم که یه بار دیگه این مبحث رو باز بکنیم. و تشکر میکنم از همه عزیزانی که امروز اینجا بودن، از دوستان اقوام عزیزی که امروز اینجا آمدن و لطف کردن. میخواستم از همه یه قولی بگیرم که از همین امروز اگر کودکی دارین در خانه، اگر همسری دارین در خانه، اگر در واقع عزیزی دارین در خانه که در مورد حمایت از حیوانات آگاهی نداره، زمان اون رسیده که هر کدوم از ما یه حرکتی بکنیم. مطمئنم با دیدن موضوع این لایو اومدین به ما جوین شدین و این همین نشون میده که حقوق حیوانات براتون مهم هست و امیدوارم که بنفیت ها و اون خوبی هایی که در واقع برای شما دوستان امروز در واقع لیست کرد هانا جان در رابطه با بحث‌های موضوعی برای همه کاربرد داشته باشه. 51 دقیقه است داریم صحبت می‌کنیم. من یکی دو دقیقه به همه فرصت میدم که اگر سوالی مونده یا درخواستی دارن در رابطه با این لایف صحبت بکنن و این در واقع لایف رو امروز هم به پایان می‌رسونیم با یک موسیقی زیبایی که به اسم کافه دی آنتولیا در واقع یک لایو 24 ساعته یوتیوب هست و از همه شما خداحافظی میکنم. چند دقیقه این موزیک رو با هم گوش میدیم. رو همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مواظب حیوانات باشید.